به نام خدا خانش کتاب اکسیر از کانال ما تیوب قسمت 24 هفت گام کیمیاگری گام ششم تولد بینا مرلین ادامه داد به شما گفتم که انگیزه جوینده توانایی دیدن است و چندی نمی گذرد که این امر رخ می دهد. گام ششم تولد بینا زیر ظاهر هر جوینده است. جستجو به تنهایی توفیقی در بر ندارد. اگر قرار بود فقط بجویید و نیابید، زندگی خشک و ناکام کننده میشد. خوشبختانه در مشیت الهی هر پرسشی پاسخ خود را همراه می آورد و هر هدفی در منشأ یافت می شود. به محض اینکه به راستی بپرسید خدا کجاست، پاسخی خواهید یافت. نمی خواهم در اینجا گمراهتان کنم. تولد بینا به اندازه هر یک از گامهای پیشین انقلابی است. تلسم فردیت را میشکند. پایان هر گونه همسانی بیرونی است. مجسم کنید زندگی تان فیلمی است که بر صحنه سفید فرا افکنده شده است. مادامی که زیر سلطه فردیت باشید توجهتان را به تصاویر معطوف می کنید و آنها را واقعی می پندارید. وقتی جوینده بر صحنه می آید، اندک اندک غیر واقعی بودن آنها را احساس می کنید. اما با تولد بینا چهره برمیگردانید و سیمای نور را می بینید. اکنون تصور از خیشتن به صورتی که هست دیده می شود. فرافکنی سست و ناپایداری که نیاز ناامیدانه فردیت برای اهمیت دادن به ذهن و تن محدود به زمان آن را واقعی انگاشته است. بینا تمامی این انگیزه را می و دیگر آن را باور نمی کند. به جای اینکه خود را گوشت و استخوانی ببینید که جان را در خود سکنا داده است، در میابید که همه چیز جان است. تن همان جان است که به شکلی در هم آمیخته که حسها می توانند آن را بشنوند، ببینند و ببویند. ذهن نیز جان است به صورتی که می تواند شنیده و فهمیده شود. جان نیز به شکل مطلق هیچ یک از اینها نیست و فقط از طریق شهود تلتیف یافته می تواند ادراک شود. این عبارت را شنیده اید که کسانی که آن را می شناسند از آن سخن نمی گویند. کسانی که از آن سخن می گویند آن را نمی شناسند. چنین است رمز و راز جان. گالاهاد با سردرگمی پرسید اما همکنون خودتان از آن سخن نمی نه به طریقی که تو می اندیشی. وقتی از سخری سخن می گویم می توانی آن را ببینی و لمس کنی. وقتی از جان سخن می گویم به جهان نامرئی اشاره می کنم. تیرهای نور از آن جهان به سوی ما پرواز می کنند. تا روحمان را شعله ور سازند اما نمی توانیم تیرهای اندیشه را به آن جهان بازگردانیم پرسیوال زیر لب گفت این بسیار اسرارآمیز می نماید گل سرخ تا وقتی اسرارآمیز می نماید که فقط دربارش اندیشیده و هیچگاه تجربهش نکرده باشی. جان تجربه مستقیم اما فراسوی این جهان است. سکوت خالص، سرشار از توانایی نامحدود است. وقتی دانش چیزی را کسب می کنی، یعنی درباره چیزی دانش کسب کرده ای. وقتی دانش جان را کسب می کنی، خود دانش می شوی. همه پرسش ها خاموش می شوند. زیرا خود را در دل واقعیت می آبی. آنجا که همه چیز فقط هست. وقتی چشمان بینا به چیزی می آن را به همان صورتی که هست می دربارش داوری نمی کند. از نیاز فردیت به روبودن یا تملک یا نابود کردن خبری نیست. وقتی که ترس وجود ندارد، چنین انگیزه هایی نیز وجود ندارند. زیرا نیاز به تملک زائیده ی کمبودهای درونی است. وقتی درونن کمبودی ندارید تا آن را پر کنید، آنگاه فقط هستی و بودن در جسمتان در این جهان تبدیل به والاترین هدف معنوی ممکن می شود. پرسیوال و گالاهاد به شدت تحت تأثیر این بخش از سخنان مرلین قرار گرفته بودند. گام های پیشین را با توجه دنبال کرده بودند. فردیت، فاتح و بخشنده جملگی پیشاپیش آشنا بودند. وقتی کیمیاگر از جوینده سخن می گفت، دو شوالیه دریافتند که در آن لحظه در آن مرحله اند. اما بینا چنان آنها را در حیبت فرو برد که گویی کاشفانی بودند که به قله کوهی رسیده بودند و افق گسترده تازه ای را می نگریستند که مدتها امیدش را در دل پرورانده و هنوز تجربهش نکرده بودند. گالهاد با شور و شوق گفت آرزومندم این بینایی باشم که از آن سخن گفتی. مرلین تکان داد. که به این معناست که آماده ای. از دیدگاه کیمیاگران مردمان بر سه گونه اند. آنان که هنوز هستی مطلق را تجربه نکرده اند، آنها که آن را چشیده اند و آنها که کاملا آن را کشف کرده اند. شما چشیده اید و اکنون می کشف کنید. این جهان به صورت چیزی صلب و جامد اندک اندک برای شما محو خواهد شد و به سیمای نور شدید هستی در خواهد آمد. در سرزمین دور دستی به نام هند میگویند که زندگی متعارف در برابر خدا رنگ می بازد. همچون نور شمعی که در اتاقی تاریک درخشان می نمود، اما در برابر آفتاب سر ظهر نامرئی می نماید و به سوی پرسیوال برگشت. و تو را نیز در این مرحله قرار می دهم. اگرچه اندیشیده ای در بارت داوری کردم. پرسیوال سرخ شد. آنگاه زیر لب پرسید. این زندگی جدید شبیه چه چیز خواهد بود؟ مثل همیشه احساسی چون تولدی تازه را خواهد داشت. تفاوت بینا با جوینده در این است که دیگر لزومی نمی بیند که برگزیند و انتخاب کند. جوینده هنوز در این توهم به سر می برد که پرس زنان بگوید خدا در اینجا هست و در آنجا نیست. حالان که بینا خدا را در نفس زندگی می بیند. سرانجام پیکار در اون پایان یافته و جنگجو به آرامش رسیده است. به جای تلاش می بینید همه آرزوهایتان به طور طبیعی و بی به سمر می رسند. برای نشان دادن اینکه چه کسی میان ما بیناست، علائم بیرونی وجود ندارد. اما آنها در درون احساس می کنند گشوده و خورسندند و اجازه می دهند دیگران همان که هستند باشند که والاترین صورت عشق است. راه مردم و رویدادها را بند نمی آورند و آخرین ذرات حسه فردیت را وانهادند. گام هفتم جان گالهات که به شدت تحت تاثیر توصیف مرلین از بینا قرار گرفته بود پس از لحظه ای گفت نمی توان تصور کرد که در زندگی مرحله بالاتری وجود داشته باشد. مرلین هشدار داد مراقب کلمه بالاتر باش. این فردیت است که باید بالا و پایین داشته باشد. هدف زندگی آزادی و توفیق است. مادامی که نتوانسته ای حقیقت را به همان صورتی که حقیقت خودش را میشناسد بشناسی توفیق حاصل نشده است. شما فانیان همواره آرزومند معجزاتی هستید. به شما می گویم که عظیمترین معجزه خودتانید. زیرا خدا این توانایی بی همتا را به شما عطا کرده تا با فطرت او همسانی جویید. کامل ترین گل سرخ احساس نمی کند که گل سرخ است. اما انسان توفیق یافته می داند که الهی بودن به چه معناست. پرسیوال پرسید می توان این مرحله را توصیف کرد این هفتمین و آخرین گام کیمیاگری است جان مطلق هنگامی که بدمد بینا در مییابد آنچه وجد و توفیق کامل می نماید می تواند همچنان بگسترد می بینید که رسیدن به حضور خدا نه انتها بلکه آغاز جستجوی شماست از معصومیت آغاز کردید و به همین ترتیب به پایان خواهید رساند اما این بار معصومیت متفاوت است زیرا معرفت کامل کسب کرده اید حال که نوزاد فقط احساس دارد هرگاه بتوانید خود را به صورت جان ببینید همسانی با این تن و این ذهن از بین خواهد رفت و به طور همزمان مفاهیم تولد و مرگ نیز از بین خواهند رفت یاختی از تن کائنات خواهید بود و این تن کیهانی به همان اندازه به شما نزدیک خواهد بود که تن کنونیتان به شما نزدیک است. این نزدیکترین شیوه برای بیان احساس کیمیاگران است. زیرا کیمیاگر واژه دیگر برای هفتمین مرحله است. این را دریابید. تولد برای کیمیاگران فقط این مفهوم را دارد که این تن را دارم و مرگ نیز این مفهوم را که دیگر این تن را ندارم. و چون کیمیاگران در توهم تولد به سر نمیبرند هر جسمی که به خود میگیرند فقط به صورت انگاره انرژی و هر ذهن به صورت انگاره اطلاعات نگریسته می شود. و این انگاره ها برای ابد در تغییرند می آیند و می روند. اما خود کیمیاگران فراسوی تغییرند. ذهن و تن همچون اتاقی است که شاید شخص اقامت در آن را برگزیند اما نه برای همیشه. هیچ میزانی از تفکر یا احساس نمیتواند این مرحله را به شما نزدیک کند یا آن را برایتان به ارمغان آورد. جان زائیده سکوت مطلق است. گفتگوی درونی ذهنتان باید پایان پذیرد و هیچگاه دیگر بار آغاز نگردد. زیرا آنچه آن را برخیزاند تجزیه خود بود که دیگر وجود ندارد. خیشتن شما وحدت یافته خواهد بود و مانند نوزادی که در آغاز بودید هیچ تردید و شرب یا گناهی را احساس نخواهید کرد. نیاز فردیت به دوگانگی به جهان نیک و بد و درست و نادرست و نور و سایه منجر شد. اکنون خواهید دید که این ازداد ناپدید شدند. دیدگاه خدا چنین است. به هر جا که می نگرد، تنها خود را می بیند. اگر احساس می کنید این هدف بسیار متعالی و دور از دسترس است، رازی وجود دارد. اگرچه به نظر می رسد که این هفت گام کیمیاگری را طی می کنید، هر گام از همان آغاز وجود داشت. به هنگام معصومیت و همچنین در فردیت و فتح یا بخشندگی یا جستجو تمامیت خدا وجود داشت. آنچه به راستی تغییر کرد، کانون توجهتان بود در وجودتان همه جنبه های عالم به تکامل و جاودانگی خود عالم وجود دارند اما هنوز تولد در جان رویدادی عظیم است همچنان که یگانگی شما را پخته تر می کند با الوهیت آشنا خواهید شد تا به که سرانجام خدا را به سیمای موجودیتی بیکران تجربه خواهید کرد که با سرعتی سرسام و در ابعادی بیکران میچرخد انگامی که آن تجربه حیرت انگیز بدمد به همان اندازه طبیعی و ساده به نظر خواهد آمد که اینجا زیر ستاره ها بنشینید. البته هر یک از ستاره های چرخان نیز خودتان خواهید بود. همان گونه که هرگاه کیمیاگران سخن میگویند رخ می دهد دو شوالیه احساس کردند که به مرحله ای که وصف آن را میشنیدند رهسپار شدند. گالهات به آسمان شب نگریست. و ناگاه احساس کرد که می تواند ستاره ها را لمس کند. این حس که به راستی به جهان متعلق است قلبش را لبریز کرد. پرسیوال با خود زمزمه کرد ما در خانه ایم. مرلین زیر لب گفت بیش از اندازه به حیبت نیفتید. این احساس ها به این دلیل از چنین شدتی برخوردارند که برای شما تازند. در واقع این حال طبیعی شماست. یگانگی با کیهان، نزدیکی با همه صور زندگی و سرانجام وحدت با هستی خودتان. این تقدیرتان است و پایان جستجویتان. گاله هات زیر لب گفت در پایان با آغاز باز خواهیم گشت. مرلین گفت آری. هر یک از شما با عشق آغاز می کند. از تلاش و شهوت و رنج و مرارت می تا دیگر بار به عشق بیانجامد. همچنان که حلقه نور پیرامونشان کم رنگتر و محو می شد، صدای مرلین آرامتر شد. شما فانیان آرزومند معجزاتی هستید. میگویم به عنوان فرزندان ارجح عالم هیچ چیز از شما دریغ نخواهد شد. جان جایگاه اعجازآمیزی است که در سه مرحله بر شما شکوفا خواهد شد. نخواست؟ در حالتی معجزات را تجربه خواهید کرد که آگاهی کیهانی خوانده می شود. هر رویداد مادی علتی معنوی خواهد داشت. هر حادثه محلی نیز بر صحنه کائنات رخ خواهد داد. کوچکترین آرزویتان سبب خواهد شد که نیروهای کیهانی توفیق آن را به ارمغان آورند. هر اندازه نیز که شگفت بنماید، جایگاه چندان پیش رفته ای نیست زیرا مدت پیش از آن که به آگاهی کیهانی برسید خو کرده اید که آرزوهایتان به طرزی خودانگیخته برآورده شوند دوم در حالی به معجزات میپردازید که آگاهی الهی خوانده می شوند. این جایگاه خلاقیت مطلق است که به قدرت خدا می پیوندید آنجا که همه جهان ها و هر آن چه که رخ می دهد پدید می آیند. این قدرت ناشی از کار دست خدا نیست. صرفا در پرتو آگاهی او قرار می گیرید و همچون درخششی غنی و طلایی چشمانتان به هر چه می نگرد، آگاهی الهی از خلال آن می درخشد. جهان از درون منور می شود و جای تردید نمی ماند که ماده صرفا جان تجلی یافته است. در آگاهی الهی به انالحق می رسید. و میان خالق و مخلوق فرقی نمی سوم در مرحله ای که آگاهی وحدت خوانده می شود، خودتان معجزه می شود. در این حال، میان خالق و مخلوق هیچ تفاوتی نمی بینید. جان درونتان یکسر با جان درون هر چیز دیگر به هم می آمیزد. بازگشتتان به معصومیت تماما شکوفا می شود. زیرا همچون نوزادی که به دیوار یا گهواره دست می کشد و فقط خودش را احساس می کند هر عملی را به صورت جان می بینید که به جان می ریزد. در حکمت و اعتماد و توکل کامل خواهید زیست. و اگر چه خواهید دید که همچنان در جسمی به سر میبرید، فقط ذره ای از هستی خواهید بود بر سواحل اقیانوس بیکران هستی که خودتانید. دوشوالیه هیچ نمیدانستند چه مدت در محضر مرلین بودند. گویی به فضایی صعود کرده بودند که عوالم هستی همچون گلبرگ های گلی یکی پس از دیگری می گشود. و همچنان که آخرین گلبرگ می میشد می الماس درخشانی را دید که در دل گلبرگ ها می چرخید. گالهات می خواست بپرسد این چیست اما جرأت نکرد. مرلین زمزمه کرد جام را بنگرید. شکوفایی جستجویتان به مشاهده هدف انجامیده است. کانون نور محض جوهر الماسگونی که در روحتان می سوزد. دو شوالیه بر روی خاک سرد به زانو افتادند و در دل خیش دعا کردند که شایستگی این مشاهده را دارا باشند. مرلین گفت سرسپرده این لحظه باشید. به دلیل درونی ترین آرزویتان شما را به اینجا کشاندم. اما اکنون خودتان باید جام راستین را برو بایید. نه فقط مشاهده آن را. پرسیوال زیر لب گفت جام راستین؟ چرا باید بجوییم؟ همین تصویر را؟ همچنان که تصویر جام محو می شد مرلین هشدار داد منتظر و متوقع نباشید. پیش بینی نکنید. آدمی نمادها را می جوید. و نمادها عصر به عصر عوض می شوند. اما آنچه نشانتان داده ام نه نماد که حقیقت بود. جام خال بلورین هستی در قلب خودتان است. از هر سوی خیش نوری ملایم می و از آن بازتاب های ملایم نیروهای ذهن و جسم برمی خیزد که با حسهایتان ادراک می کنید. اگرچه به صورت بازتاب ها حقیقی اما آنچه بسیار راستین تر است این الماس درخشان هستی مطلق است. مرلین به طرزی غیرمنتظره منتظره خمیازه کشید و سرش را به شیوهی به عقب خم کرد که گویی لذت بخش ترین کار دنیاست. بازوانش را تا جایی که می توانست گشود و برخاست. اکنون تاریکی غیرگون بود و تمام آتش سوخته بود. اما پرسیوال و گالاهاد می توانستند چشمان مرلین را که به آنها دوخته شده بود احساس کنند. او گفت روزی به این شب نگریسته و خواهید پرسید مرلین تو کیستی؟ از فراسوی دسترس زمان چنین به شما خواهم گفت آنم که نیازی به معجزات ندارد. کیمیاگرم. و برای کیمیاگر همین معجزه بودن در اینجا بسنده است. چه چیزی میتوانست بیش از خود زندگی اعجازآمیز باشد؟ با محو شدن آخرین پرتو نور، آن پیر رفته بود. پرسیوال و گالهات بی آنکه کلامی بر زبان آورند، بی حرکت ایستادند. افسون گفتار مرلین هنوز آنها را در بر گرفته بود. و همچنان که افسون رنگ می باخت، آن دو به خود لرزیدند با حسرت از بازگشت خیش به زمین. وقتی سهر دمید، راه خود را به سوی قصر در پیش گرفتند. در تولد طلایی خورشید پرسیوال شاه آرتور را دید که کنار پنجره تالارهای قصر ایستاده و مستقیما به آنها می نگریست. پرسیوال با اشاره به قصر پرسید به نظر تو این را به او بگویی؟ گالهات سرتکان داد. یقین دارم پادشاه میداند چه رخ داده است باید برای او نیز رخ داده باشد اگر نه چرا اینقدر اکراه داشت که درباره جام سخن گوید اما ای برادر ای شوالیه این را به تو میگویم میل دارم آرتور بداند که در این جستجوی مرلین با او هستی بیا توافق کنیم که امشب را شب غار بلورین بخوانیم پادشاه خواهد دانست منظورمان چیست و اگرچه به جز زیر خیمه آسمانی پر از پولک در هیچ غاری نبودند، پرسیوال بیدرنگ موافقت کرد. پایان کتاب اکسیر